تنبلترین آدم ها متولد کدوم ها هستن؟ شاید شما هم کنجکاو باشین پاسخ این سوال رو به دست بیارین. پیشنهاد میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنین. در این برنامه میخواییم بریم ببینیم میزان تنبلی متولدین ماهای مختلف سال به چه صورته. هیچ کس دوست نداره از دید بقیه تنبل نامیده بشه. اما بسیاری از افراد در واقعیت تنبل هستن. دلایل زیادی هم وجود داره که دیگران بهشون تنبل میگن. میخواییم بریم ببینیم متولدین هر ماه چه رتبه‌ای رو به خودشون اختصاص میدن. از آذر ماه شروع میکنیم. آذرمایی ها تنبل ترین ماه بین ماهای دیگه هستن. این افراد دوست دارن روی زمان خودشون کنترل داشته باشن. برنامه ریزی هم دارن، اما معمولاً بیشتر برنامه اونها صرف انجام کارهای شخصیشون میشه و روحیه تنبلی دارن. اونها دوست دارن زندگی رو هر طور که دلشون میخواد پیش ببرن و خیلی به قوانین توجه نمیکنن و در نتیجه اکثر زمان خودشون رو به انجام کارهایی میپردازن که عاشقش هستن. به جای اینکه کارهای ضروری رو انجام بدن، به کارهای خودشون بیشتر میرسن. رتبه بعدی به بهمن ماهی ها اختصاص داره. بهمن ماهی ها افراد کنجکاو و خیلی باهوشی هستن، اما از انجام کارهای کلافه کننده یا کارهای روتین خسته میشن و تنبلی اونها یک بار پدیدار میشه. این افراد دوست دارن کمتر کار کنن و خیلی کمک‌حال دیگران نیستن. و اما اردیبهشت. اردیبهشت ماهی ها با کار کردن مشکلی ندارن، اما کار اولویت اصلی اونها نیست. اولویت اونها راحتی و آسایشه. دوست دارن تمام امکانات راحتی رو در زندگیشون داشته باشن و تنبلی کنن و مجبور نباشن کار کنن. مرداد. مرداد ماهی ها به خاطر اینکه دوست دارن در مرکز توجه قرار بگیرن، در نتیجه به امور غیر از کار کردن توجه میکنن و خیلی در شغل خودشون خارق‌العاده و حرفه‌ای نیستن. اونها به مسائل حاشیه‌ای نمیپردازن و در کار کمی تنبلی میکنن، چون اعتقاد دارن اگر زمان خودشون رو صرف کار کردن کنن نمیتونن در مرکز توجه دیگران باشن. اسفند. اسفند ماهی ها دوست دارن سخت کار کنن، اما معمولا این کار رو انجام نمیدن. فانتزی های اونها متفاوته و شاید خیلی به کار اهمیت ندن. اونها از لحاظ ذهنی و تصویرسازی خیلی فعالن و شاید قربانی بعضی از شرایط باشن. خیلی نمیشه به اونها تنبل گفت، اما شاید کمی روحیه تنبلی داشته باشن. برسیم به ماه تیر. تیر ماهی ها تنبل نیستن، اما کارهای خودشون رو خیلی آروم انجام میدن و دیگران فکر میکنن که هیچ کاری نکردن. همه چیز بستگی به روحیه و حال حوصله اونها داره، اما میتونیم بگیم که تا حد کمی جز افراد تنبل محسوب میشن. مهر. مهر ماهی ها زود خسته میشن. شاید در بین 12 ماه جز افراد میانه و معمولی از لحاظ تنبلی باشن. اگر بخوان میتونن سخت کوشی کنن و کار خودشون رو با کیفیت انجام بدن، اما معمولاً زمان خودشون رو صرف امور حاشیه‌ای میکنن و اکثراً انرژی بالایی ندارن. برسیم به ماه خرداد. خردادی‌ها معمولاً یک روتین مشخص دارن و هر روز به اون پایبند هستن، در صورتی که سرشون شلوغه و خیلی کار دارن و در نتیجه نمیتونیم به اونها بگیم تنبل. بریم ببینیم میزان تنبلی آبان ماهی ها به چه صورته. آبان ماهی ها افراد با انگیزه و متعهدی هستند و واقعا سخت کوشی و تلاش جز ویژگی های بارز اونها محسوب میشه. دوست دارن هر کاری رو به بهترین شکل ممکن اون به انجام برسونن و روی محیط اطراف خودشون کنترل داشته باشن. و اما فروردین. فروردین ماهی ها سرشار از انرژی هستند. هر وقت که با شما صحبت میکنن معمولا عامل انگیزتون هستن. کارها رو به تأخیر نمیندازن. سخت تلاش میکنن و میتونن بهترین و با سرعت ترین باشن. اعتماد به نفس خوبی دارن و نیازی به این ندارن که دیگران بخوان اونها رو مجبور به انجام کاری کنن. دیماهی ها اگه به کاری علاقه داشته باشن از انجام اون خسته نمیشن. شاید جز سخت کوشترین افرادی باشن که تا حالا دیدین. اونها افراد با انگیزه و بلند پروازی هستن و بیشتر وقت خودشون رو صرف کار کردن میکنن. به امور حاشیه‌ای هیچ کاری ندارن و شاید هیچگاه فکر تنبلی به ذهنشون خطور نکنه و تنبلی رو نشونه ضعفشون میدونن. و اما شهریور ماه. شهریور ماهی ها کمترین میزان تنبلی رو دارن. اونها دوست دارن هر کاری رو به شکل عالی به انجام برسونن و این کمالگرایی رو همیشه و در هر امری با خودشون دارن. دوست دارن که مورد توجه رئیس و کارفرمای خودشون قرار بگیرن. اونها معمولا به جزئیات توجه زیادی میکنن و فرقی نداره که کارشون چقدر سخت باشه.
در هر صورت به بهترین شکل ممکن اون رو انجام میدن. ممنون که تا پایان همراه ما بودین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. روز و روزگار به کامتون.